با سلام به شما شنوندگان بینندگان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. امروز جلسه نمایندگی شمال آلمان برگزار میشه در تاریخ 17 جولای 2022. امروز ما سخنرانهایی داریم با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1401 با اجرای خانم سارا آسیابان. خانم زهرا رهایی رو داریم و با موضوع کنوانسیون منع و مجازات کشتار دست جمعی و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم لیلا ابوطالبی هستند و با موضوع شکنجه در زندانهای ایران این موضوع رو صحبت خواهند کرد. خانم زهرا یزدی هاشمی با موضوع کودکان کار امروز ما باشون همراه هستیم. در انتها هم که و آقای محمد رسول پورتندرست هستند با اعدامهای فراقضایی جمهوری اسلامی ایران. در انتها هم بحث آزاد داریم که مورد امروز بحث آزاد ما حق حیات هست که رکورد تاریخی اعدام در خرداد ماه 1401 رو به سمع و نظرتون میرسونیم. منشی جلسه ما آقای امین بلوردی بهمن هستند، مسئولین ضبط صدا و تدوین آقای سعید پور محمد و خانم مینا حسن پور و ادمین های ما خانم منصوره کاویانی و فرشاد عربی و آقای نوریزاده هستند، سید سعید نوریزاده. در ابتدا از خانم سارا آسیابان تقاضا می کنم که زحمت بکشند دستشون رو بلند کنند تا بند مایک رو براشون آزاد کنم تا بتونند گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران رو اعلام کنند. بفرمایید، مایک در اختیار شماست، میشنویم صدای شما. با سلام خدمت دوستان عزیز، با گزارش و تحلیل اخبار حقوق بشر در ایران در ماه تیر 1401 در خدمت شما هستم. با اجازه شما من اخبارم رو شروع میکنم. صدا ما دارین خانم مباشریفه؟ من صدای شما رو ندارم. بله صداتون هست، بفرمایید. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با ادعای اینکه رعایت حجاب یکی از مطالبات مردمی است، از احضار 1700 نفر به مراکز انتظامی در خصوص حجاب از اول سال جاری تا کنون خبر داده و گفت که در این مدت 230 دستگاه خودرو نیز به علت دور کردن توقیف و روانه پارکینگ شدند. والا زمانی فعال کارگری علی‌رغم گذشت 43 روز در بازداشتگاه 240 زندان اوین محروم از رسیدگی مناسب پزشکی در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برد. آقای زمانی مبتلا به مشکل حاد کبدی است و این امر موجب افزایش نگرانی ها در خصوص وضعیت سلامت او شده است. یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این فعال کارگری گفت آقای زمانی مبتلا به هپاتیت سی است و تنها 20% از کبدش کار می کند. با این وجود داروهایش را دریافت نمی کند و بازجویی‌های طولانی روزی 4 الی 5 ساعت همچنان ادامه دارد. در تاریخ 21 تیر 1401 حکم اعدام در ملأ عام ایمان سبزیکار جنگانی کارگر آرماتوربند در شیراز به اتهام قتل مأمور نیروی انتظامی علی اکبر رنجبر توسط دادگاه کیفری استان فارس در دیوان عالی کشور تایید شد. اتهامات او مباشرت جلب با چاقو و قتل عمدی مأمور نیروی انتظامی که به یک بار اعدام در ملأ عام و پس از پرداخت دیه جراحات غیر مؤثر در مرگ مقتول ظرف یک سال از تاریخ قتل و به اتهام مباشرت در سرقت توأم با آزار اسلحه سازمانی ناجا از ید مقتول به تحمل 10 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق و به اتهام مباشرت در زر و جر
عمدی یک سرباز وظیفه با چاقو به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت دیه ظرف یک سال از تاریخ ارتکاب جرم محکوم شده است. وی به علت شکنجه دچار شکستگی استخوان دست و پا، دندانها و فک شده است و از ملاقات با وکیل و خانواده محروم بوده است. مورخ 21 تیر 1401 در اثر انفجار یک قبض مین در منزل یکی از ساکنین روستای کوران از توابع ارمیه، یک مادر با هویت مریم فامیلی نامشخص و دخترش با هویت روناهی خدایی 7 ساله به شدت مجروح شدند. وضعیت جسمانی مریم وخیم گزارش شده و این مادر و فرزند جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند. یک منبع مطلع اعلام کرده است که مین منفجر شده توسط یکی از فرزندان خانواده در طبیعت پیدا شده و سپس مین را به همراه خود به منزل برده است که در منزل منفجر شده است. گفتنی است که انفجار این مین خسارات مادی زیادی نیز به منزل این خانواده وارد آورده است. زندانیان محسوب در بند زندان بوشهر زندانیان محبوس در بند زنان زندان بوشهر دوران محکومیت خود را محروم از رعایت اصل تفکیک، جرائم و رسیدگی‌های مناسب پزشکی، دارویی در این زندان سپری می‌کنند. همچنین مسئولان زندان با وضع قوانین سلیقه‌ای و بدرفتاری متداوم از جمله توهین و برخورد تحقیر آمیز و خشن مسئولان زندان با ساکنان بند وضع محدودیت‌های شدیدی بر مبنای جنسیت شرایط را برای سپری کردن دوران محکومیت دشوارتر کرده‌اند. دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمه شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. قاضی در پایان اظهار داشته است که جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام استماع دفاعیات متهم اختصاص دارد و زمان آن اعلام خواهد شد. دختر وی مطلبی در صفحه خود نوشت: بیش از 600 روز است که در یک سلول انفرادی به سر می برد و هر روز مورد بازجویی قرار گرفته و مجبور به امضای برگه‌هایی می‌شد. پدرش از مشکلات تنفسی رنج می‌برد، در زندان با مشکل فشار خون مواجه شده و پس از حدود 19 ماه بازداشت، تنها 2 دندان در دهانش باقی مانده، به دلیل فضای تنگ سلول در راه رفتن با مشکل مواجه شده است. وی داروهای مورد نیازش را به میزان کافی یا به موقع دریافت نمی کنند. زهرا صفایی و فرزندش پرستو معینی زندانیان سیاسی در زندان گرچک ورامین امروز سه‌شنبه 21 تیر ماه با مطالبه ملاقات با محمد مسعود معینی دیگر عضو زندانی این خانواده دست به تحسن زدند. خانم صفایی که از مشکلات قلبی رنج میبرد برای مصرف داروهای خود به بند بازگشت و زندانبانان در بند را به روی آن قفل کردند. بعد از اعتراض خانم صفایی و سایرین تنها با توهین جوابش را میدادند. مهران فرهادی زندانی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز از بابت پرونده جدیدی که علیه وی گشوده شد به دادسرا احضار شد. جلسه بازپرسی آقای فرهادی در تاریخ 25 تیر ماه برای رسیدگی به اتهامات توهین به مقامات کشوری و نشر اکاذیب در فضای مجازی در شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمد خسروانی از طریق ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد. بیشترین اختیاری زیست محیطی برای واحدهای تولیدی 5 شهرستان اصفهان صادر شد. معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست اصفهان گفت بیشترین موارد اخطاریه زیست محیطی در هفته گذشته برای واحدهای صنعتی آلاینده در 5 شهرستان استان صادر شد.
همیرا صفی قولی امیدوارم که ناماشون رو درست خونده باشم. همیرا صفی قولی افسود هفته گذشته با توجه به آلودگی هوا، پایش واحدهای صنعتی و کارگاهی در استان اصفهان تشدید و برای 70 واحد اختاریه زیست محیطی صادر شد که عمده آنها در شهرستانهای اصفهان، برخار، شاهینشهر، میمه، نجف آباد و شهرزاد بودند. وی با بیان اینکه واحدهای آلاینده دیگری در سایر شهرستانهای استان اصفهان نیز بودند که برای آنها اختاریه صادر شد، اظهار داشت در مجموع در هفته گذشته 247 پایش از واحدهای دارای خروجی هوا، واحدهایی که فعالیت آنها همراه با انتشار گرد و غبار است و صنایع آلاینده شامل واحدهای بازیافت ضایعات، تولید شن و ماسه، آسفالت، ماسه و سنگکوبی، گچ و آجر، ریختگری و سکوهای موقت پسماند انجام شد. سه‌شنبه 21 تیر 1401 حکم اعدام جوان مشهدی 34 ساله به نام علی که فامیلی چه هست با اتهام قتل جواد جعفریان افسر ارشد پلیس آگاهی خراسان رضوی، یعنی رئیس موقت دایره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی خراسان رضوی در زندان مشهد اجرا شد. این واقعه در شهریور 99 در شهرستان فیض آباد رخ داده است. سوری بابای چگینی شهروند اهل قزوین 22 تیر ماه توسط ماموران پلیس امنیت استان البرز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل برادر او برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه او و دو فرزندش را ضبط کرده و با خود بردند. وی روز گذشته به همراه همسر خود محمد رضا مراد بهروزی ضمن انتشار ویدیویی با از سر برداشتن حجاب به قانون حجاب اجباری اعتراض کرده بود. تاکنون از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست. وی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه احضار به دادسرا را داشته است. همسر وی پیشتر به 1 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود. آذربایجان غربی بازداشت 10 تن توسط سپاه پاسداران تحت عنوان اشرار تجزیه طلب در این گزارش ادعا شده است. با حمایت و همکاری قرارگاه حمزه سید الشهدا و دادگستری استان آذربایجان غربی، کلیه اعضای شبکه تروریستی 10 نفره وابسته به اشرار تجزیه طلب در شمال غرب کشور شناسایی و دستگیر شدند. بنابر ادعای این گزارش، این شبکه 10 نفره در قالب چند هسته هماهنگ و همپوشان با ماموریت‌های متنوع به پشتوانه استقرار مرکزیت اشرار تروریست در اقلیم کردستان عراق از طریق مناطق مرزی آذربایجان غربی در حال ورود به کشور بودند که توسط سپاه پاسداران بازداشت و کلیه اقلام پیشرفته آنها ضبط شد. نابودی تالاب انزلی با شناور شدن 2400 قایق تفریحی در آن، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت در تالاب انزلی 2400 فروند قایق انداختیم تا کرایه دهیم و پول بگیریم و این قایق ها نیز روی برگ نیلوفرهای آبی می رفتن و آنان را نابود کردیم. اسماعیل کهرم با بیان اینکه در کنار آثار 2000 ساله بیستون کارخانه سیمان در سالهای گذشته ایجاد کردیم، اظهار داشت در تالاب انزلی 2400 فروند قایق انداختیم تا کرایه دهیم و پول بگیریم و این قایق ها نیز روی برگ نیلوفرهای آبی می رفتن و آنها را نابود کردیم. وی با بیان اینکه این اقدامات تیشه به ریشه آثار طبیعی و تاریخی این مملکت است، افسود ایجاد صنایع آببر در منطقه خشک کاشان یکی از آفات و تهدیدات برای این منطقه محسوب می شود.
و با حضور در منطقه آثار سو خود را به دنبال دارد و این اخبار مقادیریت داشت با اصل 50 حفاظت از محیط زیست، اصل 32 و ماده 9 عدم توفیق حبس تبعید غیر قانونی، اصل 21 رعایت حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی یعنی امنیت زندگی، اصل 25 عدم دخالت در احوالات شخصی، اصل 29 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقض ماده عدم تبعیض، ماده 2 عدم تبعیض و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. خیلی تشکر میکنم از دوستانی که اخبار منو گوش دادن و مایک را در اختیار من گذاشتن. خیلی تشکر میکنم از شما خانم مباشری فرد. ممنون از شما بابت اخباری که فرمودید، ایراد کردید و واقعا آدم وقتی که این اخبارها رو میشنوه روز به روز میبینه که لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه چقدر اتفاقات نقض و مشکلات برای مردم ایران درست میشه، حالا از هر طریق، چه از طریق نقض حقوق زنان یا حقوق کارگران یا حتی محیط زیست و نقض حقوق همه ی اقشار مختلف جامعه در کشورمون. خب دوستان، اگر که در رابطه با اخباری که خانم سارا آسیابان ایراد کردن سوالی، نکته‌ای دارن، دستشون رو بالا کنن، در غیر این صورت به سراغ سخنران بعد بریم. بسیار عالی. خب سخنران بعدی ما خانم زهرا رهایی هستند با موضوع کنوانسیون منع و مجازات کشتار دست جمعی و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم زهرا رهایی، مایک برای شما آزاد هست، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام، وقت بخیر خدمت همکاران عزیز. من یه توضیح رو کوتاه بگم که حالا متاسفانه به دلیل تایم کوتاهی که سخنرانی داره تقاضا میکنم که این کنوانسیون رو به طور جامع و کامل همکاران عزیز روی سایت کانون مطالعه کنن، چون مثل تمام کنوانسیون های دیگه واقعا مواردی رو که اشاره کرده همه حیطه‌های جامعه رو در نظر میگیره. شکنجه واژه‌ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی در هر عصر و نسلی به شیوه‌های گوناگون به کار برده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان داغ و درفش آزار و اذیت در بسیاری از رژیم‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی برقرار است. امروز به راستی سخنی از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدین وسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت به عمل آید، بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین‌المللی قرار گیرند. بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 4639 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987، یعنی پس از اینکه 20 دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرایی پیدا کرد. کنوانسیون شامل 1 مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت‌های دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است.
بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ 8 فوریه 2002 در مورد کلیه کشورهای عضو که 12 سند مهم بین‌المللی این نهاد را امضا کردند آمده است که از مجموعه 189 کشور عضو 128 کشور کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده را امضا کردند. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه را امضا نکرده است. با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب می شود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است. با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است، با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز، این کنوانسیون همه حیطه‌های جامعه بشری و دولت‌ها را در بر می‌گیرد. اما متأسفانه امروز نمی‌تونیم تمام این 33 مورد رو بررسی و تحلیل کنیم و به دلیل عدم وقت کافی فقط به صورت سرتیتروار یک بخشش رو با هم تحلیل میکنیم. دولت‌های عضو تایید میکنند قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات مینمایند. در کنوانسیون حاضر تعریف قتل عام بدین معنی میباشد کشتار دست جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد اطلاق می شود. کشتن اعضای یک گروه، صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه وارد کردن، قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه به طور کلی یا جزئی گردد، اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر و همچنین اعمال زیر قابل مجازات می باشند حتی اگر این افراد سران سیاسی حکومت ها باشند. قتل عام، توطئه برای قتل عام، تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل ها، کوشش برای انجام قتل عام و شرکت در امر قتل عام. در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با اینکه در اصل 38 و 39 قانون اساسی عنوان می شود که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این از طبق قانون مجازات می شود و همچنین حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگی، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد غیر مجاز می باشد. اما در عمل متاسفانه برخلاف این قوانین فقط طبق حد و شرع اسلامی عمل می شود، به گونه ای که نقض حقوق بشر و شکنجه و سرکوب و قتل عام‌های جمعی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران که در میان مخالفان جمهوری اسلامی با عبارت جنایات جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود، مجموع اقداماتی است که از سوی نظام یا نیروهای نیابتی و مورد پشتیبانی آن برای حفظ و تقویت نظام، انتقام گیری از مخالفان یا کمک به متحدان خود از آغاز انقلاب 1357 ایران تا کنون در جریان است و باعث آسیب بسیاری به مردم و حقوق اساسی بشر شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران از چند جهت متهم به نقض تمام حقوق بشر و از جمله شکنجه است. این اتهامات در برخی موارد جنبه دینی و در برخی موارد دیگر جنبه سیاسی دارد و گاهی نیز در بردارنده هر دو. از نخستین روزهای انقلاب اسلامی به بعد دولت جمهوری اسلامی ایران احکامی همچون بریدن انگشتان دست، قطع دست و پا، گردن زنی، پرتاب از بلندی، سنگسار، ترورهای سازمان یافته و حکومتی، تیرباران و اعدام فردی و گروهی مخالفان با طناب دار
قتل عام ادیان رسمی و غیر رسمی، به گلوله بستن معترضان، زندانی کردن فعالان صنفی، مدنی، سیاسی و دادخواهان را اجرا کرده است. در دوران دولت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جز 2 سال همه سال قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به وسیله حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است. همانطور که بر همه آشکار است، دولت جمهوری اسلامی ایران به گونه سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمنها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز موانع بسیاری را ایجاد کرده است. همچنین در این نظام منتقدان عقیدتی، سیاسی و مدنی بازداشت، زندانی، شکنجه و حتی اعدام و قتل عام می‌شوند. و همچنین رفتار دولت با خدا ناباوران، دین ناباوران، بهائیان، یارسانی‌ها، مندائیان، سیک‌های ایران، رائلیان، دراویش گنابادی و همه مسلمانانی که به کیش دیگری بگروند، نوکیشان اسلام ناباور و مسیحی، فاقد هر گونه حقوق شهروندی، قانونی و بشری هستند و به شدت سرکوب، شکنجه، طرد و قتل عام می‌شوند. زرتشتی‌ها نیز مانند ادیان دیگر از سوی حکومت به گونه سازمان یافته آزار می‌بینند، به دلیل تبعیض حکومتی، بیکاری گسترده، باعث افزایش فقر، سوء تغذیه و نیز کاهش ازدواج و جمعیت زرتشتیان و ادیان دیگر شده است. مسیحیان نیز به ویژه نوکیش‌ها در دولت جمهوری اسلامی مورد آزار، محرومیت از کار، تحصیل، زندگی اجتماعی و حبس و شکنجه قرار گرفتند و حتی بیشترشان نیز ترور و کشته می‌شوند. همه کسانی که از دین اسلام روی گردان شوند، حکمشان اعدام است. به گواهی یکی از جان به در بردگان قتل عام سال 1367، یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی به نام حسین طالقانی به دلیل اینکه به پرسش آیا مسلمان هستی پاسخ منفی داد، اعدام شد. کمیسیون آمریکایی آزادی بین المللی مذهب در گزارش سالانه‌اش می‌گوید حکومت ایران به شکل برنامه ریزی شده و به طور مداوم به آزار و اذیت دیگراندیشان مذهبی از جمله یهودیان، مسیحیان، زرتشتی ها ادامه می دهد. تخلفات هولناک ایران شامل بازداشت، شکنجه، قتل های بی سر و صدا، اعدام متهم ها صرفاً بر اساس باورهای مذهبیشان است. این کمیسیون در گزارش خود توصیه می کند که آمریکا و متحدانش در واکنش به نقض حقوق دیگراندیشان مذهبی در ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران را تحریم کنند. همچنین آمریکا در گزارش سالانه خود از شکنجه، اعدام، خشونت علیه زنان، بازداشت‌های خودسرانه شهروندان، سانسور، انتقام‌جویی سیاسی از مخالفان ساکن کشورهای دیگر و محاکمه‌های ناعادلانه به عنوان مواردی از نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران یاد کرده است. و در این گزارش همچنان به اختصار به محرومیت شهروندان از تحصیل به دلیل باور دینی، توقیف و مصادره اموال برخی از افراد متعلق به جامعه دگراندیشان و دگر باوران دینی و متهم کردن آنها به جرایم امنیتی اشاره کرده است. موارد بررسی شکنجه و قتل عام و سرکوب‌های دست جمعی در دولت جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد است. نمونه دیگر را می توان به فاجعه 18 تیر 1378 قیام یا نقطه عطف جنبش دانشجویی اشاره کرد. در شامگاه 17 تیر 78 گروهی از دانشجویان حضور اعتراضی خود را به خیابان کارگر یا امیرآباد شمالی کشاندند و پس از آن یگانی از نیروی انتظامی تهران وارد عمل شد و تا بامداد 18 تیر به زد و خورد با دانشجویان پرداخت. همزمان نیروهای لباس شخصی موسوم به انصار حزب الله نیز توانستند خود را به کوی دانشگاه و خوابگاه دانشجویان برسانند. آنها به خوابگاه‌های دانشجویی حمله کردند و در سحرگاه 18 تیر دست به تخریب گسترده اموال دانشجویان و ضرب و شتم شدید آنان زدند. ده‌ها تن از دانشجویان معترض همان شب از سوی نیروی انتظامی و لباس شخصی ها بازداشت شدند. اعتراضات دانشجویان در شب 18 تیر جرقه وقوع مجموعه ناآرامی ها و درگیری ها میان دانشجویان و مردم با نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی بود که تا غروب 23 تیر ماه ادامه پیدا کرد.
از آن روز تا کنون بسیاری از دانشجویان بازداشتی مانند سعید زینالی ناپدید و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. متاسفانه موارد نقض این کنوانسیون در ایران بسیار زیاد و زمان کوتاه. برای گرامی داشتن یاد و خاطره و همراهی با عزیزانشان به این موارد نقض سرتیتروار اشاره می کنم. قتل عام دست جمعی زندانیان در سال 67، زندانی کردن کودکان در جریان کشتار دست جمعی سال 67، اعدام‌های کودکان در ایران، قتل‌های فجیع زنجیره‌ای ایران، سرکوب و شکنجه معترضان سال 78، کشتار معترضان سال 88، سرکوب و کشتار در اعتراضات دیماه 96، سرکوب و کشتار دیگر اندیشان و نوکیشان ادیان و مذاهب، کشتار گسترده معترضان در آبان ماه 98، کشتار و سرکوب هواپیمای 752 اوکراینی و بسیاری موارد دیگر که همچنان در نظام حکومت جمهوری اسلامی چه در زندانها و چه در جامعه ادامه دارد. در آخر اینکه ما فعالین حقوق بشر ضمن محکوم نمودن عملکرد دولت مردان جمهوری اسلامی ایران خواستار خاتمه دادن به آزار و اذیت، شکنجه، سرکوب، قتل عام و زندانی کردن مردم، معترضان، فعالان صنفی، مدنی، سیاسی، نوکیشان، مسیحی و دیگر پیروان ادیان و مذاهب می باشیم و یادآور می شویم سرکوب مردم، معترضان و فعالان و دیگر اندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد و همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی می باشد که در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید می شده است. در اکثر موارد بازداشت‌های فراقانونی خودسرانه با اتهامات دروغین و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر ماده 19 اعلامیه جهانی و همچنین ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تأکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان عقیده، هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید، نظریات و دیدگاه‌های خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. تشکر، ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما خانم زهرا رهایی. واقعا کشتار دست جمعی و شکنجه‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده بیش از حد زیاد شده. الان روزها و هفته ها میبینیم که حتی افرادی زیر این شکنجه ها به قتل میرسن و هیچ کس صداش در نمیاد و واقعا تنها کاری که ما میتونیم فعالین حقوق بشر انجام بدیم همین اطلاع رسانی ها، همین آگاهی رسانی ها، همین افشاگری های هست که باید انجام بدیم تا بتونیم صدامون رو به گوش دنیا برسونیم. جناب آقای غلامعلی عباسی فرد، بفرمایید، ماک در اختیار شماست، میتوانید صحبت کنید، در خدمتون هستیم. بله، ممنون. من میخواستم در مورد اینکه در کمیته اقوام و ملل ایرانی، این لفظ ملل ایرانی رو آقای شفایی لطف کنن جواب بدن منظور چیه؟ جناب آقای عباسی فرد، الان جلسه نمایندگی شمال آلمان هست، بنده بعد از جلسه با شما صحبت خواهم کرد. مرسی. بله، ممنون، در خدمتون هستیم. خب دوستان، اگر صحبتی در رابطه با شکنجه هست، جناب آقای شفایی در خدمتون هستیم، بفرمایید. بفرمایید آقای شفایی. دوستان سلام میکنم خدمتتون، خسته نباشید. من اول خواستم بگم که دوستمون در رابطه با موضوعی که صحبت کردن برای من عجیب بود، چون قرار بود که راجع کنوانسیون منع مجازات کشت من و مجازات کشتار دست جمعی است، کنوانسیونی که در سال 1948 امضا شده در 9 دسامبر، یعنی یه روز قبل از، دلم میخواست توضیحات بیشتری بدن راجع به این قضیه، چون در واقع بعد از جنگ بود و کشتار جمعی اتفاقای ویژه‌ای افتاده بود، به همین دلیل این کنوانسیون تشکیل شد
و این کنوانسیون وقتی تشکیل شد در واقع بحث سر اینه که کشتار جمعی اتفاق نیفته. کشتار جمعی فقط این نیست که آدم ها رو بکشن، کشتار جمعی به صورت زبانی، قومی، عرض کنم انواع اقسام موضوعات رو داره. یعنی اینا رو توضیح میده مثلا به سال 78 یا اتفاقایی که بعد افتاده یا شکنجه‌ای تو زندان شده، اینا تأثیری در واقع راجع به این کنوانسیون نبود. چقدر خوب بود که راجع به مثلا 1167 میگفتید کشتار زندانیان به خاطر عقایدشون در واقع کشته شدن، که خوشبختانه به اصطلاح دادخواهی شد و دو روز گذشته عرض کنم که به ثمر نشست. این یکی از اون گوشه هاست. یه مثال های اینجوری میزدید که نشون بده که حتی کسی که حتی شاید هم خودش مدعی بود من زیاد کاری نداشتم، ولی به هر حال تو اون قضیه دست داشته و این قضیه خیلی مهمه. حالا یا آمر بوده یا حتی مجری بوده فرقی نمی کنه. وقتی یک کشتار جمعی اتفاق می افته یا یک حذف جمعی میشه، قومیتی رو از بین می برن، نسلی رو از بین می برن، زبانی رو از بین می برن، آداب و سنن رو از بین می برن، اینا همه جزء مواردیه که به صلاح هست. من اگه اجازه بدید من یه توضیح هم خیلی کوتاه فقط به این دوستمون بدم. جناب عباسی خیلی ممنون از سوالتون، ولی ما مملکتمون موزاییکیست، اقوام مختلف توشن. اقوام وقتی قدرت دستشون بوده یه زمانی خودش دولت بوده و مردمش هم ملتش بودن. یعنی قوم کرد داریم که سلسله مادو داشتن پس میشد ملت، یا اگر بریم راجع به آذربایجان بگیم یا ترک‌ها بگیم، اتابکان آذربایجان بودن، قدرتی بودن برای خودشون پس ملتی هم داشتن چون زبان دارن و در یک دوره‌ای هم در قدرت بودن، اینا به صورت ملت شناخته میشن. ما نمیتونیم اینا رو ملت ندونیم. حتی راجع به عرب‌ها که در خوزستان هستن، مشعشعیان قدرت داشتن، بخشی از بخشای عربی و حتی بخشی از ایران در اختیار این دولت بوده. به همین دلیل حتی اگر بریم راجع به خراسان بگیم، راجع به عرض کنم که سیستان بگیم، ترکمنها رو بخوایم بگیم، اینها همه میتونن ملت باشن، زبان و قواعد خودشون رو دارن و زمانی هم قدرت داشتن و در قدرت بودن و برای خودشون ملت بودن. این به این دلیل هستش، نه به دلیل اینکه بخوایم چون من آرم پرچم شیر خورشید و اینا رو پشت سر شما میبینم با تاج و اینا، نگاه شما رو متوجه میشم. چون این بحث تمامیت ارضی، آی نمیدونم اینا همه تجزیه طلبن، اینا رو باید فراموش بکنیم. جامعه یه که میخوایم اندیشه ها باز باشه، انسان باید در آرامش زندگی بکنه، انسان در آرامش باید باشه، نه به بهانه داشتن یه قدرت و این قدرت سوار شه. مثالا مختلفه، من نمیخوام اگه دوست داشتید یه بار حالا جدا با هم صحبت میکنیم و اصلا میتونیم یه جلسه ویژه بذاریم، دعوت کنیم بشینیم واجه این موضوع با هم صحبت بکنیم و دیگران هم آشنا بشن بتونیم بحث و گفتگو داشته باشیم. فقط خواستم بگم که چون این ایراد گرفتید، خواستم بگم که ملل به این دلیل است. یه سری قوم داریم، یه سری آداب و سنن داریم به صورت قومیت ها، یه سری هم کسانی هستن که قدرت دارن و اصلا تجزیه طلب نیستن، مطلق نیستن. من 23 ساله دارم با این جماعت کار میکنم و مطلق ندیدم. حالا اگر یه زمزمه میشنوید مال سرکوبیه که اتفاق میفته، مال کتکیه که میخورن، آسیب و آزاریه که میبینن. من مرسی، اگر خواستید یه پیشنهاد بدید حالا یا در جلسه آینده در همین جا یا در اقوام هستن، پیشنهاد میدم خانم مباشری کمیته اقوام یه جلسه بذارن اصلا بشینیم راجع به این قضیه بحث و گفتگو داشته باشیم. مرسی. ممنون جناب آقای شفایی بابت توضیحات کامل و جامعتون. فقط آقای عباسی، ما چون جلسه مربوط به نمایندگی است، اگر در رابطه با این مسئله میخواین صحبت بفرمایید من مایک رو باز نکنم و در غیر این صورت اگر که در رابطه با شکنجه است ما در خدمتتون هستیم. کنوانسیون شکنجه،
بله ممنون از آقای شفایی. حالا بعدا در موردش میتونیم صحبت کنیم و حالا دوستانی که این نظر رو دارن بعدا مشخص بکنیم. بله دستون درد نکنه. خواهش میکنم. بسیار آقای شفایی بفهمید. چون من شکنجه نیست جلسه ها. نه موضوع شما هست کنوانسیون من و مجازات کشتار دست جمعیه. این خودش کنوانسیون دیگری است. شکنجه کنوانسیون دیگری است. عذرخواهی میکنم. آره، اشتباهی که همین شکنجه رو میگی دوستان ذهنشون جای دیگه میره. کشتار دست جمعی است. کشتار دست جمعی قواعد خودش رو داره و اصول خودش رو داره. بله عذرخواهی میکنم. بندر رو بپرم. عذرخواهی میکنم. خب میرسیم به موضوع بعدی سخنرانی امروز که خانم لیلا ابوطالبی در خدمتشون هستیم و موضوع سخنرانیشون شکنجه در زندانهای ایران هست. خانم ابوطالبی بفرمایید، مایک برای شما آزاد هست. با سلام و عرض ادب و احترام به تمامی حاضرین در این جلسه. شکنجه بر اساس ماده 1 کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه اینطور تعریف میشه: هر عملی که به واسطه اون و تعداد درد و رنج شدید خواه جسمی یا روحی بر فرد اعمال بشه، اون هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعترافگیری از او یا از این شخص ثالث یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که اون یا شخص ثالث مرتکب میشه یا مظنون به ارتفاع به اون بشه یا با هدف ارعاب و واداشتن اون یا شخص ثالث به انجام کاری و بنابر دلایل تبعیض آمیز از هر نوع شکنجه محسوب میشه، به ویژه هنگامی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا به تحریک یا رضایت یا قبول وی اعمال بشه. شکنجه شامل درد و رنجی که صرفاً از احکام قانونی یا ذاتی این احکام یا بخشی از اونها باشه نیست. توی طول تاریخ عنصر شکنجه از جمله مهمترین وسایل ایجاد رعب و وحشت میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی توی برخی از کشورهای جهان ادامه داره. سازمان ملل متحد توی قطعنامه‌ای که سال 1987 انجام هر گونه اذیت و آزار و رفتارهای غیر انسانی و بشری توی کره زمین را محکوم کرد و در منشور قطعنامه با همین نام خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه مخصوصا شکنجه های دولتی توی سر تا سر دنیا شد. مهمترین بخش های این قطعنامه بندهای 1، 2، 3 و اولین پاراگراف از بند 16 هستند. در دوره پهلوی و قبل از انقلاب 57 ساواک نفرت انگیزترین و مخوفترین نهاد حکومتی بین مردم به شمار می‌آید. از شکنجه های ساواک می‌تونیم به سوزاندن نقاط مختلف بدن با میله آهنی چون دستشون، سینه‌شون، پا و لب متهم، انواع شلاق و آویختن اشاره کنیم. شکنجه دولتی در ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب 1357 برای برخورد با مخالفان سیاسی صورت می‌گیرد. پس از انقلاب بسیاری از شکنجه‌گران ساواک دستگیر و محاکمه شدند و قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه رو برای کسب اقرار و شهادت صراحتاً ممنوع کردند. ولی شورای نگهبان قانون اساسی که تفسیر خودش این موضوع رو به صورت تام قبول نکرده و اومده در اختیار قاضی قرار داده. یه دوران حاکمیت اصلاح طلبان در مجلس و دولت تلاش‌های از جمله بهبود وضعیت وزارت اطلاعات و برخی قوانین ایران و تعطیلی زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری و بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران و تصویب قانون منع شکنجه صورت گرفت. اما رد شدن تصویب قانون منع شکنجه توسط شورای نگهبان باعث اخلال در این روند شده. پس از انقلاب 57 نیز شکنجه توی زمانهای دولت‌های حاکم با انگیزه ها و به امتناع مختلف ادامه پیدا کرد. توی نظام جمهوری اسلامی ایران زندانیان عقیدتی سیاسی به گونه سیستماتیک شکنجه شده و حقوق انسانیشون نقض می‌شده. یکی از روش‌های شکنجه سلول‌های انفرادی اینه
این روشه که به دلیل جلوگیری از ارتباط زندانی با دنیای بیرون و ایزوله کردن کامل اون و همچنین مانع از دستیابی به امکان تحرک بدنی، نور و غیره، توأم با شکنجه جسمی و روحی بر زندانی واردی کرده که بی آنکه اثر خاصی بر بدن وی به جا بذاره، استفاده از لامپ‌های مهتابی که در تمام 24 ساعت روشنه و برقراری سکوت مطلق توی محل بازداشت، ساعت بیولوژیک بدن و امکان تشخیص زمان، ساعت، روز و هفته را از زندانی می‌گیره. استفاده اومده از رنگ سفید برای دیوار و تمام قسمت‌های سلول و حتی بشقاب سفید برای غذا بیش از پیش بر مغز زندانی فشار وارد می‌کنه. تحمل این شکنجه برای زندانیان جوان که محفوظات ذهنی کمتری نسبت به کهنسالان برای مشغول کردن خودشون توی سلول دارن بسیار مشکل میشه. در برخی موارد زندانی با آسیب رساندن با خود یا کوبیدن خودش به در و دیوار و مجروح کردن خودش تلاش میکنه بهانه‌ای رو برای خروج از سلول ایجاد بکنه. استفاده از سلول‌های انفرادی بسیار کوچک 50 در 50 سانتی متر که زندانی حتی امکان دراز کردن پاشون نداره برای فشار مضاعف استفاده میشه. توی دهه 50 و به دنبال ایجاد گروه‌های چریکی، عمدتاً چپ در ایران، زنان فعال سیاسی فراوانی توی زندانی شدن. در خاطراتی که توسط برخی از زندانیان سیاسی ثبت شده، مواردی از تجاوز توسط بطری و باطن برقی به قصد شکنجه زندانی ذکر شده. تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی، فعالین حقوق بشر و غیره یکی از روش‌های مرسوم توی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که جهت تحقیر زندانی و تخریب روحیه وی استفاده می‌شد. توی دهه 60 در شب اعدام به زندانیان تجاوز می‌شد. محمد علی عمویی، عضو سازمان نظامی حزب توده ایران که مدت 24 سال در زندان رژیم پهلوی دوم گذرانده بود، یکی از راه‌های شکنجه زندانیان که در مورد خود او نیز اجرا شده بود این بود که بیزه‌های زندانی توی سفره چرمه قرار می‌دادند و بعد شروع به ماساژ دادن می‌کردند که بر اثر این شکنجه زندانی بعد از مدتی به دلیل درد زیاد از حال می‌رفت. برخی از گذریان بازجو مانند هادی قفاری روی پشت دختران 15 و 14 ساله می‌نشستند و اونها رو مجبور می‌کردند که راه برن و صدای حیوان از خودشون در بیارن. برخی از بازجویان و شکنجه‌گران حکومت‌های جمهوری اسلامی با تهدید و در همان زندان همسر زندانیان سیاسی رو اومدن ازشون جدا می‌کردن و بعد می‌اومدن به عقل خودشون در می‌آوردن. در دوره پهلوی ابتدا شکنجه در زندان قصر و قزلقلعه به عنوان بازداشتگاه‌های امنیتی صورت می‌گرفت. با تأسیس ساواک و بعد از اون کمیته مشترک موارد مربوط به شکنجه به صورت مشترک در این دو اداره هماهنگ و در زندان قصر، زندان قزلقلعه، زندان اوین و زندان کمیته مشترک اجرا انجام شد. بعد از انقلاب سایر زندان‌ها نیز مانند بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران، بازداشتگاه منفی 4 وزارت کشور، بازداشتگاه کهریزر، سوله پاسارگاد، بازداشتگاه افسریه، بازداشتگاه 66 سپاه را از زمره این بازداشتگاه‌ها دونستند. بخشی از زندان اوین از جمله بند 2009 اوین برای بازجویی و شکنجه زندانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. 6 تیر 1399 در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، مورگان اوتگاس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، استفاده از شکنجه‌های شلاق، سنگسار، آزار جنسی و دیگر انواع شکنجه‌ها در جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب و مجازات مردم خودش رو به قوی‌ترین شکل ممکن محکوم کرد. سازمان نظارت بر حقوق بشر در سال 2004 در گزارش مفصل به بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه در ایران پرداخت که پرداختن به این مقوله ساعت‌ها و روزها زمان نیاز داره که از حوصله جمع بدوره و فقط در پایان به نام چند نفر که در اثر شکنجه یا زندان‌های جمهوری اسلامی جان خودشون از دست دادن می‌پردازن. توی آبان 1399 فرهاد وثوقی زیر شکنجه کشته شد. وی را شکنجه کردن تا مسئولیت قتل حسین جوزی را که یکی از سازمان دهندگان اعتراضات آبان 1398 ایران توی نورآباد بود به گردن بگیرد. در حالی که آقای جوزی به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود و به قتل رسیده بود. روز جمعه 15 فروردین 1399 کمیساریای عالی سازمان ملل متحد توی ژنو از مرگ دانیال زین‌العابدین که توی زیر شکنجه و ضرب و شتم ماموران زندان میان
در گذشت اظهار انزجار کرده بود و خواهان تحقیق فوری و بی‌طرفانه درباره مرگ وی و مجازات عاملان اون شد. وی توی سن 17 سالگی به جرم قتل فردی به نام صادق برناکی دستگیر و محکوم به اعدام شد. مهرداد سپهری جوانی بود که توی زمان بازداشت در اثر آزار و شکنجه توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شد. در فیلم‌ها و تصاویری در اینترنت منتشر شده دیده میشه که ماموران نیروی انتظامی سپهری رو با دستبند به تیرکی در شهرک حجت مشهد بسته شده است، با شوکر و اسپری فلفل مورد شکنجه قرار دادند. در 11 شهریور 1400 هادی عطارزاده پس از اجرای حکم شلاق به شدت بدتر شد، ولی زندانبان‌ها دست و پایش را بستند و به قرنطینه بردند و سپس درگذشت. در اینجا صحبت‌های بنده به پایان می‌رسه و ممنون از تمامی کسانی که به صحبت‌های بنده گوش دادن. مایک آزاد می‌کنم. ممنون از شما سرکار خانم لیلا ابوطالبی. واقعا وقتی آدم در رابطه با این شکنجه‌ها می‌شنوه مو به تن آدم راست میشه و اینقدر آدم عصبی میشه در این مورد. دوستان اگر که صحبتی نکته‌ای دارن در مورد موضوع سخنرانی خانم لیلا ابوطالبی که شکنجه در زندان‌های ایران بود بفرمایید، در غیر این صورت به موضوع سخنران بعدی آقای محمد رسول پورتندرست بریم. بسیار خوب، موضوع سخنرانی بعدیمون آقای محمد رسول پورتندرست هستن که زحمت کشیدن و موضوع اعدام‌های فراغذایی جمهوری اسلامی ایران رو برای ما ایراد میکنن. جناب آقای پورتندرست، مایک برای شما آزاد هست، ما در خدمتون هستیم. آزاد شد؟ صدای من هست؟ بله بله، در خدمتون هست. بله، درود و عرض ادب دارم خدمت تمامی همکاران و عزیزان حاضر در جلسه. در این بحث من قصد دارم یه بررسی کوتاهی داشته باشم درباره اعدام هایی که جمهوری اسلامی بدون هیچ محاکمه و یا حق داشتن وکیل در این 4 دهه انجام داده. آمار و ارقام منتشر شده توسط سازمان حقوق بشر ایران نشون میده که به خصوص در 2 دهه گذشته ایران همواره در صدر کشورهای قرار گرفته که بیشترین میزان اعدام رو داشتن، به گونه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به جمهوری اعدام شهرت پیدا کرده. نزدیک به 44 سال بعد از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، اعدام مخالفان و منتقدان امروزه به یک رویه عادی تبدیل شده. اعدام‌هایی که روند قضایی اونها بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی هم ناتمام مونده و حتی حقوق اولیه متهمان و زندانیان هم نقض شده. البته استفاده از ابزار اعدام برای سرکوب حداکثری سابقه طولانی در تاریخ حکومت جمهوری اسلامی داره. دادرسی‌های ناتمام و اعدام بدون اتمام روند رسیدگی قضایی در اعدام‌های سال‌های اخیر به وفور انجام شده. به عنوان مثال روح الله زم، مؤسس کانال تلگرام آمد نیوز، امکان و اجازه درخواست اعاده دادرسی پیدا نکرد و به گفته پدرش حتی تایید حکم اعدام به او اطلاع داده نشد. فایل صوتی منتشر شده از نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد سال 1397 در شبکه‌های اجتماعی هم گویای این هستش که این زندانی سیاسی هیچ اطلاعی از اجرای حکم اعدام خودش نداشته و گمان میکرده که به اتفاق 2 برادر خودش قرار است از شیراز به تهران منتقل بشه. اما پایه چنین روندی که در طی عمر حکومت اسلامی جان هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی اهم از منتقد و مخالف جمهوری اسلامی رو گرفت، از همان روزهای نخستین پیروزی به اصطلاح انقلاب 1357 بر پشت بام مدرسه رفاه محل استقرار آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی ریخته شد. با نگاهی به گذشته می‌بینیم که از همان فردای 22 بهمن ماه 57 در ایران چیزی به اسم دادرسی وجود نداشته. یعنی سیستم قضایی ایران تا امروز بر مبنای شرع و بخشی از حقوق مدنی که منطبق بر شرع شدن بوده و از روزها و سالهای نخست اساساً چیزی به عنوان دادگاه وجود نداشته.
قاضی شهر میتونست در یک روز ده ها نفر رو فقط و فقط بنابر تشخیص خودش اعدام بکنه. حتی در حال حاضر هم که یک سیستم نیمه تمام قضایی وجود داره، باز هم این دادرسی وجود نداره، چرا که بر مبنای موازین بین المللی و حقوق بین المللی که ناظر بر حقوق بشر هست، ما نمیتونیم از دادرسی به این گونه نام ببریم، بلکه بیشتر اقدامهای فراقضایی هستش. به همین عنوان هم تمام اعدامهایی که انجام شده رو میتونیم در چارچوب فراقضایی قرار بدیم. نیمه شب 25 بهمن ماه 57 تنها 3 روز بعد از پیروزی انقلاب، 4 افسر عالی رتبه حکومت پهلوی که همان روز در دبیرستان علوی محاکمه شده بودند، با حکم صادق خلخالی و تایید روح الله خمینی بر پشت بام مدرسه رفاه و با عنوان مفسد فی الارض اعدام شدند. صادق خلخالی نخستین حاکم شرع پس از انقلاب هم در کتاب خاطراتش به عنوان ایام انزوا درباره این 4 اعدام نوشته: در آن شب من تعداد 26 تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت ها فقط دستور اعدام 4 نفر صادر شد. وی اضافه میکنه: البته من با خوردن خون دل سرانجام توانستم همان 25 نفر را به تدریج اعدام کنم. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان که از روزهای نخستین پس از 22 بهمن در جریان اعدام ها بوده، هم در این رابطه میگه که تمام گروه های انقلابی در این روند سهیم بودند. اسمش را گذاشته بودند اعدام های انقلابی. فقط هم جمهوری اسلامی نبود، تمام گروه های انقلابی، چه چپ و چه مجاهدین، تایید میکردند. در واقع در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقلاب این مسئله بود که اگر دست به کار نشن و نخواهند جو ترس و وحشت رو در جامعه ایجاد کنن، ممکن است با وجود پیروزی انقلاب یک عده ای از افسران و فرماندهان رژیم گذشته هوس کودتا به سرشان بزنه. چگونگی برگزاری جلسه محاکم و قتل امیر عباس اویدا، نخست وزیر و وزیر دربار در دوره حکومت پهلوی، تنها 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب، مصداق بارزی از قطرهای حکومتی و به گفته گزارشگران بدون مرز اعدامهای فراقضایی هست. آقای هویدا در نیمه شب 23 اسفند ماه 57 توسط صادق خلخالی به روایتی در مسجد زندان قصر و به روایت دیگری در مدرسه عالی شهید مطهری محاکمه شد و 18 فروردین 58 در دادگاه دوم در زندان قصر حکم اعدامش در حالی صادر شده بود که هنگام صدور حکم اصلا زنده نبود. صادق خلخالی در این رابطه هم صراحتا عنوان کرده که آن روز دستور دادم همه درها را ببندن، تلفن‌های زندان و دادگاه را جمع کردم و در یک یخچال گذاشتم و درش را قفل کردم تا کسی در کارم فضولی نکند. محاکمه صحرایی و اعدام 11 زندانی سیاسی در 5 شهریور 58 در فرودگاه سنندج هم از همین موارد است. خبرنگار وقت روزنامه اطلاعات که به اتفاق جهانگیر رزمی، عکاس مشهوری که در هنگام اعدام‌ها در فرودگاه سنندج بودند، در این مورد نوشته است: در فرودگاه وقتی که 10 مرد دستبند به دست روی نیمکت چوبی در برابر صادق خلخالی نشستند، نفر 11 مجروح بود و کنار در روی برانکاردی قرار داشت. قاضی عمامه‌اش را برداشت، کفش‌هایش را درآورد، پایش را روی صندلی گذاشت، از پشت عینک زندانیان را برانداز کرد و نامشان را پرسید. قاضی اتهامات انتصابی متهمان را چنین برشمرد: قاچاق اسلحه، تحریک به شورش و قتل. ولی هیچ مدرکی ارائه نشد، همش حدس و گمان بود. پس از نزدیک به 30 دقیقه خلخالی 11 مرد را مفسد فی الارض اعلام کرد. همچنین اعدام 11 نفر در شهر پاوه در 28 مرداد 58 و اعدام 20 نفر در شهر سقز در 6 شهریور همان سال نیست از جمله محاکمه ها و اعدام های صحرایی در کردستان بوده است. به همین ترتیب هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به ویژه در اوجان سال 67 در زندان های اوین و گوهردش، در تهران و زندان های مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم روح الله خمینی و با تصمیم هیئت های 3 نفره که به هیئت های مرگ معروف شدند اعدام شدند. بسیاری از این اعدام شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آنها از هواداران دیگر گروه های چپی بودند که در سالهای ابتدایی دهه 60 محاکمه و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. البته آمار دقیقی از این اعدام ها هم وجود نداشته و بر اساس گزارش رسمی سازمان عفو بین الملل، دست کم 4482 مرد و زن در فاصله 2 ماه ناپدید شدند.
در زمان اعدام‌ها خانواده بسیاری در بیخبری کامل به سر می‌بردند. ملاقات با زندانیان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هایی که پافشاری می‌کردند گفته می‌شد زندانیان‌ها به زندان دیگری منتقل شده است. از آن زمان تا کنون مقام‌ها و مسئولان با ابتناع از اطلاع رسانی به بستگان جانباختگان در خصوص زمان، مکان، چرایی و چگونگی اعدام عزیزانشان و مخفی نگه داشتن محل دفن آنان، خانواده‌های جانباختگان را متحمل رنج و عذابی مستمر کردند. به علاوه برای استمرار و تقویت این مخفی‌کاری، مقام‌ها و مسئولان حتی محل گورهای جمعی را تخریب کرده و می‌کنند و برگزاری مراسم یادبود را ممنوع کردند. مقام‌ها و مسئولان با امتناع از اقرار به ارتکاب این اعدام‌ها یا در اصل کشتارها و عدم افشای کامل سرنوشت و محل دفن جانباختگان، علاوه بر جرم اعدام فراغذایی مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری نیز شدند که از جرایم تصریح شده در قوانین بین‌المللی هستش. تحمیل رنج و عذاب اعدام دار به خانواده‌های اعدام شدگان به دلیل استمرار ناپدیدسازی قهری عزیزان خودشون، نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، رفتاری غیر انسانی و رذیلانه محسوب میشه. اما در این میان جامعه بین‌المللی چه واکنشی داشته؟ عفو بین‌الملل این اقدام‌های فراغذایی و ناپدیدسازی‌های قهری ادامه دار رو با توجه به ابعاد وسیع و ماهیت سازمان‌یافته‌ای که داشتن مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و جامعه جهانی رو به اقدام فوری در این زمینه فراخونده. ولی نه تنها هیچ مقام مسئولی تاکنون به دلیل این جنایات در ایران محاکمه نشده، در عوض مسئولانی که انجام کشتارها در سال 67 بر عهده داشتند خود در تشکیلات کلیدی دولتی و قضایی حضور دارند که از نظر قانونی باید خود این تشکیلات تضمین کننده اجرای عدالت در حق قربانیان باشند. اگنس کالامارت، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراغذایی سازمان ملل، هم از گورهای جمعی ایران به عنوان مکان‌های چندین نقض حقوق بشر در گذر زمان نام برده. وی در آخرین گزارش خودش که موضوع آن گورهای جمعی هست، همچنین به انکار وجود گورهای جمعی مربوط به کشتار 67 توسط مقام‌های جمهوری اسلامی و تلاش آنان برای تغییر تاریخ اشاره کرده. با گذشت 44 سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، اما روند قضایی و امنیتی تغییری نکرده، چون روند زمانی تغییر میکنه که دو پیش شرط وجود داشته باشه. اولا یک مرجع مستقل از هر حکومتی، چه لایق و سکولار، چه اسلامی و مذهبی ایدئولوژیک و هر نوع دیگری، به عنوان قاضی و به عنوان دادگاه باشه. در غیر این صورت به صورت یک اهرم سرکوب در خدمت حاکمان تبدیل میشه. دادگاه استالینیستی نمونه از این اهرم سرکوب محسوب میشن، به خاطر اینکه دادگستری اتحاد جماهیر شوروی در خدمت حزب کمونیست و حکومت شورای کمونیستی بود. به همین ترتیب در تمام نظام‌های ایدئولوژیک مذهبی و غیر مذهبی هم به همین شکل هستش. بنابراین پیش شرط اول دادگستری مستقل هست که متاسفانه در ایران وجود خارجی نداشته و در چارچوب قانون اساسی فعلی هم نمیتونه مستقل باشه، به این دلیل که قانون اساسی و قوه قضاییه در یک چارچوب ایدئولوژیک فعالیت میکنن. مسئله دوم، محاکمه عادلانه است، یعنی متهم حق دفاع داشته باشه و در شرایط عادی بتونه از خودش دفاع بکنه و از حضور وکیل و مشاور حقوقی بهره‌مند بشه و محاکمه برای مردم و به خصوص جرایت علنی باشه، قابل تجدید نظر باشه. وقتی یکی از این شرایط نباشه، اعدامی که انجام میشه اعدامی غیر قضایی هستش. ما نمونه دیگر از این اعدامهای غیر قضایی رو در سالهای اخیر در اعدام زانیار و لقمان مرادی میتونیم ببینیم. خود وکیل زانیار و لقمان مرادی هم در این باره گفته بیگناه بودن، من پرونده اونها رو از اول تا آخر خوندم و وقتی بعضی از قسمت‌های اون رو می‌خوندم، با اینکه آدم هیجانی نیستم، از وضعی که بستر آنها اومده بود گریه کردم. 11 ایراد در پرونده در شعبه 4 دادگاه عمومی دادگاه کیفری تهران گرفته شده بود به دلیل اینکه جریان قتلی که به آنها نسبت داده بود نامشخص بود و بایستی این ایرادات رفع می‌شدن، اما حکم اجرا شد بدون اینکه
اثبات بشه این دو نفر در ماجرای قتل پسر امام جمعه مریوان و دو نفر دیگر دست داشته باشن، یعنی حکم محاربه رو در مورد آنها اجرا کردن. همچنان اعتقاد بر این دارم که در این حکم ظلمی ناروا در مورد این دو نفر صورت گرفته و چنان که احکام مسیری که باید را طی نکرده باشند و تمام حق محکومان از جمله حق اعاده دادرسی رعایت نشده پرونده ناقص هستش. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در مورد این گونه اعدام ها میگه تا امروز هیچ متهمی در ایران از حقوق اصلی خودش برخوردار نبوده، حتی متهمانی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دفاع از جمهوری اسلامی بودند. یعنی ما میبینیم حتی خودی ها هم آنگونه که باید از وکالت برخوردار نیستن. قاضی گوش به فرمان سیستم امنیتی هستش و به نوعی همان دادگاه صحرایی اوایل انقلاب، اما به شکل یک ویترین زیبا ادامه داره. از سوی دیگر در اظهار نظری دیگری معاون حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال 98 با وقاحت تمام از وکلا خواسته بود که در برخی پرونده ها ورود نکنند، اصلا هیچ تلاشی نداشته باشند. در یک همایش گفته بود که اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع بکنه و برای حق موکل خودش تلاش بکنه باید بدون حق 80 میلیون ملت رو فراموش کرده، اما متاسفانه جلوگیری از اعمال حق دفاع و برخورداری از وکیل تنها به این اظهار نظرها بسنده نمیشه. بسیاری از وکلا هم تا کنون به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی شدن و بر اساس تبصری که در دوران ریاست صادق لاریجانی به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری افزوده شده، متهمان جرایم امنیتی یا جرایم سازمان یافته که از سوی جمهوری اسلامی به زندانی سیاسی اطلاق میشه، در محله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود رو تنها از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. این مصوبه عملا اختیار انتخاب وکیل از سوی بازداشت شدگان سیاسی را محدود به فهرست مورد تایید رئیس قوه قضاییه کرده است. به هر صورتی سالیان طولانی هست که مقام ها و مسئولان آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمت آمیز رو سرکوب کردن، محاکمه‌های ناعادلانه و عمدتاً غیر علنی برگزار کردند، مرتکب شکنجه در ابعاد گسترده شدند، هر ساله صدها نفر رو اعدام کردند و هزاران نفر دیگر رو در نوبت اعدام نگه داشتند. این وضعیت اسفناک از اساس به مسئله مسئولیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر از مجازات گره خورده است، مسئولیتی که مقام‌ها و مسئولان همواره از آن برخوردار بودن و آنان را به این باور رسونده که میتونن بدون هیچ گونه تبعاتی مرتکب نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی بشن. به عبارت دیگری ایران دچار بحران مسئولیت از مجازات در قبال نقض حقوق بشر هست، بحرانی که دامنه‌های اون از محدوده عدم مسئولیت پذیری در مورد ناپدیدسازی های قهری و اعدام های فراغذایی فراتر میره. عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار تحقیقاتی مستقل و مؤثر برای رسیدگی به اعدام‌های فراغذایی و همچنین استمرار ناپدیدسازی قهری قربانیان و شکنجه خانواده‌های قربانیان و سایر بدرفتاری‌ها با آنان ایجاد بکنه. اگر که تا پیش از این تردیدهایی در جهت تشکیل دادگاهی در اذهان پاره‌ای از افراد یا جریان‌های سیاسی وجود داشته و اگر به لحاظ گذشت زمان و فاصله گرفتن از کشتارهای خونین دهه 60 و غبار فراموشی بر حافظه تاریخی ما شاخک‌های حسی نسبت به انبوه جنایات جمهوری اسلامی کم رنگ‌تر شده بود، وقایع و جنایات بعد از اون هم که کم نیستند، بیش از هر زمان دیگری ضرورت تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی رو ایجاب میکنه. خیزش انقلابی جوانان و ملت آگاه و به سطوح اومده به جنایات در حوادث کوی دانشگاه سال 78، همچنین حوادث و جنایات نظام حاکم پس از انتخابات 88، همچنین دیماه 96 و آبان 98 و غیره
چهره سرکوبگری و کشتار عریان جمهوری اسلامی رو در معرض دید همگان قرار داده. تجاوز به زندانیان، شکنجه سیستماتیک و به قتل رسوندن تعدادی از دستگیر شدگان در این حوادث در سیاه‌چال‌های رژیم، سرکوب اجتماعات و به رگبار بستن تجمعات میلیونی مردم، ضرورت تشکیل یک دادگاه بین‌المللی جهت محاکمه سران جمهوری اسلامی را دوچندان کرده است. تلاش کارزارهای مختلف برای تدارک یک دادگاه مردمی علیه جمهوری اسلامی تاکنون به برگزاری دادگاه در سوئد بر علیه حمید نوری، یکی از هزاران مهره جنایتکار حکومت جمهوری اسلامی انجامیده که این خودش نقطه عطفی برای موضوع می باشد، که البته این آغاز ماجراست و هدف اصلی باید ایجاد یک دادگاه بین‌المللی جهت محاکمه سران جنایتکار جمهوری اسلامی باشه. به هر روی اصلی ترین هدف اون هستش که با مهیا کردن شرایطی مناسب، رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی در شرایطی کاملا عادلانه و با رعایت همه حقوق انسانی به محاکمه کشیده بشن. البته نه مثل اون وضعیتی که در سالهای اولیه انقلاب شاهدش بودیم. شاید که این محاکمات و مجازات عاملین این جنایات مرهمی بر آلام قربانیان مظلوم باشه. عزیزان همکارم، ممنون که وقت گذاشتید و گوش دادید. بنده مایک رو رها میکنم. ممنون از شما جناب آقای پورتندرست، فوق العاده صحبتتون کامل و دقیق بود. همه دوستان آقای حسین علی نیری رو میشناسید، ایشون یکی از عوامل اصلی هیئت مرگ بود. خب همه در جریان هستید، در تاریخ 19 تیر ماه بود، همین تیر ماه 1401، که با ایشون یه مصاحبه میشه و از ایشون سوال میشه که خب در رابطه با اعدام سال 60 چه نظرتون چی هست؟ و خیلی جالبه که ایشون یه پاسخ خیلی جالب دادن و گفته که در اون زمان یک توطئه‌های جدیدی در راه بود و نمیشد با قربونت برم و فداتشم کشور رو اداره کرد. یعنی قشنگ راحت خودشون رو تبرئه کردن، یعنی هرچی که اعدام کردن و هر کسی رو که از زیر تیغ گذروندن با یک جمله رفع کردن. خب دوستان، در رابطه با موضوع سخنرانی آقای محمد رسول پورتندرست که اعدام‌های فراغذایی بود در جمهوری اسلامی ایران صحبتی نکته هست، دستشون رو بالا کنن تا ما بشنویم دوستان رو. بسیار عالی. خب در پایان جلسه هستیم و بحث آزاد ما در رابطه با حق حیات هست. رکورد تاریخی اعدام در تاریخ در خرداد ماه 1401، یعنی واقعا یک رکورد تاریخی زد برای ما. هر کس در هر کشوری میان رکورد میزنن، رکوردی که فقر درشون تمام شده، رکوردهایی میزنن که چقدر اتفاقات خوب در کشورشون به ثمر رسیده. ما باید رکورد حق حیات گرفتن از مردم ایران رو بزنیم. در ماه خرداد ماه، اگر که بخوام دقیق طبق آمار بگم خدمتتون، ما 54 نفر اعدامی داشتیم که بر اساس قتل به اعدام به پای چوبه دار رفتن، که از این 54 نفر 3 نفرشون زن بودن، 1 نفرشون هم در زمان جرم زیر 18 سال سن داشته. غیر از قتل ما 38 مورد هم به چوبه دار رفتند فقط به دلیل قاچاق مواد مخدر، 3 نفر به علت محاربه و 6 نفر هم به تجاوز به عنف، به دلیل تجاوز به عنف. تو این موقعیت ما فقط 42 نفر هم رهایی از اعدام داشتیم، یعنی این 42 نفر هم باز بر اساس همون قتلی که مرتکب شده بودند در زندان‌های ایران در انتظار جوخه دار بودند. خب با توجه به این صحبت‌ها، چرا اصلا قتل اتفاق بیفته؟ چه بلایی سر مردم ایران به وجود اومده که این همه مردم ایران دچار خشونت شدند؟ این همه مردم ایران در عذاب دارن زندگی میکنن.
چه اتفاقی افتاده؟ چرا باید این همه جرم اتفاق بیفته؟ غیر از این هست که مسئولین جمهوری اسلامی ایران دارن در رابطه با مشکلات مردم چشمشون رو بستن و فقط دارن بر روی مردم فشار میارن؟ حالا سوال بعدی من اینه که چرا در خرداد این همه قتل، این همه اعدام صورت گرفت؟ به چه عنوان؟ چه رعب و وحشتی میخوان در درون مردم ایجاد کنند؟ چه کار میخوان بکنن؟ تا کی میخوان این به اعدام هاشون ادامه بدن؟ تا کی میخوان حق حیاتی که خداوند لحظه ای که انسان به وجود میاد، لحظه ای که به قول معروف اون نطفه بین زن و مرد به وجود میاد، این حق حیات به انسان داده میشه، چرا باید این کار رو انجام بدن و چرا باید اینقدر راحت؟ خب همه دوستان میدونیم درسته دارن این کار رو انجام میدن، ولی آیا واقعاً این حکم هایی که صادر می کنند این بر اساس واقعیات هست؟ آیا اصلا این جرم ها اصلا ثابت شده هست؟ ما خیلی از اعدام هایی که حکم صدور اعدام براشون صادر میشه بر اساس حکم قسامه هست. بکنم به گوشتون رسیده حکم قسامه چیه؟ قسامه یعنی اینکه شما یک جرمی رو مرتکب بشی یا نشی، مشخص نیست، یک شخصی بازداشت میشه و به ایشون اتهام قتل زده میشه، بعد نمیتونن ثابت کنن، یعنی مدارکی دال بر ثبت این جرمی که اتفاق افتاده وجود نداره، اعلام میکنن که 50 نفر بیان و قسم بخورن به کتاب مقدس، به کتاب مقدس قرآن، و این 50 نفر اعلام کنن که این شخص دیگری رو کشته. حالا این 50 نفر پیدا نشدند، 5 نفر میان هر کدوم 10 بار قسم میخورند و این اتفاق میفته و اون شخص به جرم قتل در زندان به سر میبره تا زمانی که لحظه مرگش برسه. اما این داستان تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ تا کی میخوان افراد رو به جرمهای مختلف اعدام کنند؟ خب در ابتدا آقای عباسی دست بلند کردن، ما مایک رو برشون آزاد میکنیم. جناب آقای عباسی بفرمایید، ما میشنویم شما رو. بله، درود مجدد میفرستم خدمت همکاران و دوستان. بحثی که الان در جریان هست، اگه بخوایم بدون جانبگیری صحبت کنیم، واقعا مقایسه بحث اعدام ها یا محاکمه ها در دوران پهلوی و دوران جمهوری اسلامی اصلا قیاس مع الفارقه. اما در این مورد که چرا این کارو میکنه جمهوری اسلامی، بیشتر ریشه در ذات حکومت دیکتاتوری داره و بحث این که میخوان هزینه اعتراض رو برای معترضان بالا ببرن. وقتی که هزینه اعتراض برای معترضان بالا میره، یک نوع دوگانگی در اجتماع به وجود میاد و این مسئله باعث میشه که هر کسی حاضر نباشه که در این هزینه رو بپردازه. دوستمون مقایسه کردن، به نوعی مقایسه بود، حالا اگر قصدشو نداشتن، ولی به نوعی مقایسه بود که از دوران پهلوی و ساواک و شکنجه های ساواک و غیره تا جمهوری اسلامی رو توضیح دادن. اما اصلاً هزینه اعتراض در دوران پهلوی بسیار پایین بوده، برای همین انقلابیون موفق شدن که این بلوا رو بپا کنن و این حکومت رو بنا بذارن. بنابراین الان این حکومت کاملا و آگاهانه هزینه اعتراض رو برای معترضان بالا میبره و انواع نقض حقوق بشر در هر صورتی در هر گوشه ای از ایران، چه مرکز، شمال، جنوب، غرب، شرق، در تمام ایران این هزینه ها رو برای معترضان بالا میبره که
کسی حاضر به اعتراض نشه، یا اگر میشه هم دیگه زندگیش کاملا از بین میره. و این چیزیه که واقعا وجود داره، ما گاهن برخورد میکنیم با این مسائل توی احکام قاضیا. و اینکه دوستمون آقای سخنگوی قبلی که صحبت کردم گفتن که این آقای حمید نوری وقتی که مقایسه میکنیم با محاکمه های اول انقلاب که از خاطرات آقای خلخالی گفتن، در نیم ساعت حکم مرگ یه نفر رو صادر میکنن، اما آقای حمید نوری بعد از 3 سال که به طول کشید این دادگاهش، الان جمهوری اسلامی در میاد میگه که حق و حقوق این زندانی نقص شده، ناعادلانه بوده، در صورتی که به تمام مدارکی که لازم بوده، تمام شواهدی که لازم بوده در این 3 سال بررسی شده. و این یه چیزیه که اصلا دوگانگیه، هم در رفتار حکومت هم در رفتار مردم پیش میاد که باعث این مسائل میشه. ممنونم گوش دادید. ممنون جناب آقای عباسی، فوق‌العاده درست فرمودید. و اینکه اینها به خاطر ترس و وحشت و ایجاد رعب در بین مردم این کار رو انجام میدن. خانم زهرا رهایی، مایک برای شما آزاد هست، ما در خدمتتون هستیم، میشنویم شما. تشکر، مرسی خانم مباشریفر، با بحث آزاد عالی و همچنین از آقای عباسی که کامل توضیح دادن. بله متاسفانه این اعدام ها، حالا یکی شما توضیح دادین اینکه قسامه این کار رو میکنن و الان یعنی معلوم نیست که اون اتهامی که به افراد بسته شده واقعی هست یا دروغین، و حالا خیلی از اینها رو که حتی به این جرم ها، حالا مواد مخدر، قتل، حکمای دروغینی که به اینها بسته میشه بماند، که حالا به این خیلی از این اعدام ها، حالا شما تحقیق کردین بهتر میدونین که خیلی از اعدام ها یا قتل هایی که توی زندان های جمهوری اسلامی داره صورت میگیره اصلا رسانه‌ای نمیشه و کسی اصلا متوجه نمیشه، و حتی خیلی از اعدام نمی کنن که حالا بخواد اسم خودشون خراب شه، خیلی ها رو مثل بکتاش آبتین و خیلی از فعالان مدنی سیاسی که توی زندان ها هستن به شیوه های دیگه، یعنی یه جورایی زجرکش می کنن، زهر چشم می گیرن یا می کشنشون، مثلا قتل عمد انجام میدن، ولی به شیوه این که خب به روش مریضی، یعنی اونا رو مریض می کنن، حالا با تزریقاتی که توی زندان ها انجام میشه. و متاسفانه و خیلی از حتی زندانیان سیاسی، حالا همین ماهای اخیر داشتیم چند تا از زندانیان سیاسی که سنای پایین هم داشتن و آزاد شدن، و هیچ کس واقعا، من خودم به شخصه هنوز نمیدونم که این رژیم جمهوری اسلامی با چه شیوهی چه بلایی سر این زندانیانی که در اصطلاح بهشون عفو میخوره و آزاد میشه، چه بلایی سر اینا میاد یا چه تهدیداتی به اینا مثلا اعمال میشه که وقتی که آزاد میشن مجبور به خودکشی میشن. یعنی حتی اینا رو هم میتونیم مثلا، حالا اینها خودش یک روش هایی از اعدام میشه که اینا متاسفانه اسامیشون جز اعدام شده ها در نظر هیچ وقت گرفته نمیشه، ولی اینها هم شیوه های اعدام هایی است که متاسفانه این رژیم جمهوری اسلامی داره به کار میبره. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادین، من مایک رو در اختیار بقیه دوستان قرار میدم. ممنون از شما خانم زهرا رهایی. بله دوستان، ببینید خانم رهایی هم خوب حرف زدن، خیلی کامل و جامع. ببینید این فقط اعدام هایی که ما توی این سیستم به توسط خود همکاران کل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در آوردیم و این آمار رو به تحریر در آوردیم، این فقط آماری هست که ما تونستیم از سایت های مختلف بیرون بکشیم. خیلی از اعدام ها واقعا به صورت مخفی هست.
حالا یا به صورت به قول معروف خانم رهایی یواشکی یه سرنگی یه چیزی بهشون وارد میکنن و اینا کشته میشن، یا 24 ساعت بعد از اینکه از بیمارستان میاد از مرخصی میاد از زندان میاد وارد منزلش میشه کشته میشه، حالا یا خودش رو میکشه، حالا معلوم نیست که چه اتفاقاتی براش افتاده. و یا خیلی جالبه که موضوع دیگری که میان اینو جدیدن اتفاق افتاده در زندان شخص دیگری رو مجبور کردند که یک شخص دیگر رو بکشه. این دیگه خیلی جالبه. خب اون که خودش اعدامی بود دیگه، شما چرا برای چی میخواییم بکشینش؟ یک نفر دیگر رو واسط میکنند این وسط و شخص دیگر رو میکشن. البته این موضوع در قبل هم بوده، این کار رو انجام میدادن در زندان ها، اما به تازگی دیگه شیوه جدیدشون شده دیگه، اینو مثل یه برنامه روتینشون شده. و متاسفانه در ایران در ماه خرداد همونطور که گفتم خدمتون اعدام های خیلی زیادی انجام شد و این اعدام ها فقط و فقط به خاطر رعب و وحشت بود، رعب و وحشتی که بین مردم ایران بگذارند و اعلام کنن که ما هنوز هستیم. آقای رئیسی، رئیس جمهور مملکت جمهوری اسلامی ایران گفتش که ما جز هیئت مرگ نبودیم و ما نمیتونم اعدامی انجام ندادیم و اینها، اما از وقتی که پا گذاشته روی میز ریاست جمهوری چنان این ماشین اعدامش رو روشن کرده و داره تون تون میره جلو، میترسه یه نفر از زیر دستش در بره تا زمانی که در این دولت داره به قول معروف ریاست میکنه. و این من واقعا نمیدونم این برای چی این کار انجام میده، چطور میتونه که حق حیات رو از یک انسان بگیره. شما یه ببخشید یه مرغی رو که سر میبرند و میخواین بخورید، ببینید چقدر برای آدم سخت، اصلا نگاش هم نمی کنید. چطور این انسان اینقدر قسی القلب و اینقدر راحت جان انسان ها رو میگیره. خانم زهرا رهایی، من مایک رو دوباره برای شما آزاد میکنم، در خدمتون هستیم. ممنون خانم مباشرفر عزیز. بله همینطور که گفتین من این نکته رو یادم رفت اشاره کنم. این از وقتی که رئیسی اومد و رئیس جمهور شد و اینها میخواستن که حالا نظام رو کلن با هم هماهنگ کنن، همه عوامل سرکوب و قتل عام باشن، و یک سخنرانی که خود خامنه ای انجام داد و مجوز داد علناً به کل سیستم قضایی اجرایی همه اینو، یعنی یک مجوز رسمی اعلام کرد به همشون که بکشید، سرکوب کنید، قتل عام کنید، این بود که اعلام کرد خودش. خدای سال 60، خدای همین امساله، یعنی اون اتفاقاتی که سال 60 افتاد، اون قتل عامای فجیع و گسترده امسال هم هست، حواستون باشه. یعنی قشنگ علنی هم مردم رو تهدید کرد که هیچ که هر کدومتون رو گرفتیم یا هر چیزی شد اعدام و سرکوب قتل عام. یعنی مجوز رسمی رو قشنگ به همه دستگاه های اجرایی و قضایی داد که بله مجوز دارین و اون اتفاقاتی که سال 60 افتاد امسال هم در پیش داریم. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. ممنون خانم زهرا رهایی. واقعا این مجوز رو وقتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بده دیگه ما نباید از بقیه زیر دستانشون هیچ توقعی داشته باشیم. آقای حمیدرضا سعیدی، مایک برای شما آزاد هست، میشنویم صحبت‌های شما رو. من درود میفرستم به همه دوستان. مطلبی که من میخواستم بگم و خانم رهایی دقیقا اشاره کردن، یعنی جمله من رو ایشون گفتن، دیگه تکرارش لزومی نداره، ولی در پاسخ به سوال شما اگر من بخوام یه موضوع دیگه هم اشاره بکنم که چرا آقای رئیسی در واقع یا اون یکی حکمرانان قبلی به راحتی به دست به سلب حیات میزنن، یعنی شما میتونی انواع و اقسام مختلف روش ها رو به کار ببری برای اینکه بتونی در واقع حاکمیت خودت رو به جامعه دیکته بکنی.
شما میتونید با اعمال قوانین خیلی سختگیرانه، با انجام در واقع وضع کردن قوانین مالیاتی خیلی سختگیرانه تر و هزاران روش دیگه، ولی چرا دارن سلب حیات انجام میدن؟ من فکر میکنم اینا پیرو به همون اصل النصر به رعب، یعنی حاکمیت کن با ایجاد ترس، و مجوزش هم که همینطور که سرکار خانم الان گفتن آقای خامنه ای اخیرا صادر کرد، ما نباید خیلی ساده از کنار اون سخنرانی بگذاریم که ایشون گفتن که خدای که همکنون هست همون خدای دهه 60 است. این به چه معناست؟ این صدور مجوز به این معناست که شما میتونید مشت آهنین، مشت محکم، اون شدت عملی که تو دهه 60، تو دهه 30 60، تو اون دوره خفقانی که در واقع چند هزار نفر آدم رو در تمام زندان‌ها کشتن، دخالت در واقع مامورین حکومتی توی جزء زندگی خصوصی مردم، چه برخوردهایی که در مورد حجاب میکردن، چه برخوردهایی که در مورد در واقع نوشیدنی‌های مردم میکردن، چه برخوردهایی که در برابر نوع پوشش مردم میکردن، تو روابط اجتماعی بین انسان‌ها میکردن رو این مجوز صادر کرد. و الان هم که شما میبینید تعداد اعدام‌ها که داره زیاد میشه و زیادتر هم خواهد شد، چون این مجوز صادر شده، اون چیزی که شما میبینید در مورد تقویت سازمان امر معروف و نهی از منکر که الان شما قبلا به عنوان یک سازمان زینتی بود امر معروف نهی از منکر، یعنی چی؟ یعنی یک سری بخشنامه‌هایی رو صادر میکرد به ادارات میداد، ولی الان تو همه ادارات و وزارتخونه‌ها صاحب معاونت شده، صاحب دفتر شده، یعنی به اینا آفیس دادن، دفتر دادن، رفتن اونجا نشستن و در واقع به عنوان تمام بخشنامه‌های اونها لازم الاجرا شده. به چه پشتوانه؟ به پشتوانه همین حرفی که آقای خامنه‌ای زدن. و من خواستم بگم که اینا همشون پیرو به همون اصل النصر به رعب، وحشت بیفکن و حکومت کن، میخوان که دوباره سایه شوم دهه 60 رو بر سر این مملکت بیفکن. تفاوت‌های زیادی کرده، میخوام بگم که خیلی موفق نخواهند شد، چون ماها دیگه اون آدمای دهه 60 نیستیم. دهه 90 یاری که دیدید، دهه 80 یاری که دیدید، این بچه‌ها دیگه اون بچه‌های چشم و گوش بسته که تربیت دهه 50 و دهه 40 داشتن نیستن واقعا. دومم این که بست رسانه‌هایی که بدون سانسور دارن اطلاعات رو، فوران اطلاعات ما داریم، نه اینکه اطلاعات به صورت روزانه و گزینش شده و هدایت شده وارد میشه، سیری از اطلاعات هست که در واقع مخاطب میتونه برای خودش تنظیماتی به ایجاد بکنه که چه طیفی از اطلاعات رو دریافت کنه. تو یک همچین فضایی به نظر من خدای دهه 60 نیست، این خدا توی مربوط به 1400 و کاملا این خدا آپدیت شده، به روز رسانی شده و یه خدای دیگه است. ممنون از اینکه به من وقت دادید. ممنون جناب آقای حمیدرضا سعیدی، فوق‌العاده صحبت‌های خوبی کردید. و اینکه در حال حاضر فقط برای رعب و وحشت دارن این کار رو انجام میدن. اما خب در کنار صحبت‌هایی که ما خدمت دوستان گفتیم که آقای حسنزاده، اول من ما که در خدمت شما میدیم، بعد ادامه صحبتون. آقای حسنزاده بفرمایید. درود، وقت بخیر خدمت همه همکاران عزیز. راستش خانم مباشریفه، چیزی که الان شما به عنوان بحث آزاد دارین در موردش صحبت میکنین، حق حیات، من تایید میکنم صحبت های همه دوستان رو، مثلا خانم رهایی، آقای سعیدی گرامی. در کنارش بگم ارزش به اینه که شما تعهدت به این نظام رو نشون بدی. خب مصداق اینم همون به منصب رسیدن امثال آقایونی مثل رئیسی به عنوان رئیس جمهور و آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس هست. شما موقعی که ارزش ها رو تعریف کنید، در اون 100 نفر 200 نفری هم که همه با هم فامیلن توی حکومت جمهوری اسلامی، شما یک فامیل وابسته به هم رو میبینید. یک نفر اختلاس میکنه، از منصبش خارج میشه، داماد یه نفر دیگر میذارن که این داماد رو شما اگر نگاه کنید ببینید برادر فلان وزیره یا مثلا فامیل با فلان امام جمعه است.
اینا همشون یه رابطه فامیلی، یعنی یک شجره نامه فامیلی درست کردن مسئولین جمهوری اسلامی با هم. خب ارزش بین این 200 نفر 300 نفر تعریف شده است از روز اولی که نظام جمهوری اسلامی ایران پا به حالا کشور گذاشت و حکومت رو آغاز کرد. ارزش همین بوده که شما طبق تعهد به اسلام و کتاب قرآن عمل کنید و یکی از شاخه هاش هم همین اعدام هست. هر کس مخالف با شماست یعنی مخالف با خداست و خونش مباهه. و شما صحبت های آقای خمینی هم شنیدید که اگر در این راه شما کشته بشید به بهشت میرید، اگر هم بکشید باز به بهشت میدید، یعنی هر دو سرش برده، یعنی تمام تبلیغات نقض حق حیات هست. این ارزش هاست که الان رئیسی رئیس جمهور شده و هر چی جانی تر هر چی خبیث تر باشی پیش نظام جمهوری اسلامی ایران بهتری. من خوشحالم و خیلی تبریک میگم به گروه هایی که دارن تو این زمینه تلاش میکنن توی اروپا، آمریکا و جاهای دیگه. نمونش هم حبس ابدی که برای آقای نوری یکی از دستاندرکاران اعدام های سال 67 بریده شد توسط دادگاه سوئد و این خیلی خبر خوشحالیه. چرا؟ چون نمونه ای از خب تایید حبس ابد برای آقای نوری تکلیف وضعیت آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران رو خیلی راحت میکنه و گروه هایی که توی این مسائل دارن کارهای عملی انجام میدن نه تئوری. خب این گروه ها بسیار مفیدن و بسیار خیلی راحت میتونن هم آگاهی رسانی بهتری داشته باشن نسبت به بقیه گروه ها و هم اینکه یک نتیجه خوب حاصل میشه از این. الان که آقای نوری حبس ابد گرفت میشه استناد کرد به رأی این دادگاه و با مستندات واقعی، ویدیوها، فایل های صوتی و حتی مکاتباتی که وجود داره بین این آقایون مثل آقای پور محمد یا خمینی یا منتظری یا خود آقای ابراهیم رئیسی رو میشه راحت محکوم کرد. ما به این نتیجه میرسیم که حالا بحثش رو باز نمی کنم که چرا این اعدام شده ارزش، چرا جنایت شده ارزش، ولی چیزی که مهم هست این که مردم ایران امروز بیدار باشن چه در خارج از کشور چه در داخل کشور و وضعیت رو جوری درک کنن که دیگه از تئوری و تبلیغات گذشته، باید به فکری باشیم که به صورت عملی بتونیم این سامانه قدرت رو که تمام شاخه های حقوق انسانی رو زیر لوای قدرت خودش گرفته سریع جابجا کنیم. هر مسئله ای که باعث بشه این سامانه بیشتر طول بکشه، این یعنی حمایت از این جمهوری اسلامی. حتی شده تبلیغات و تئوری بیشتر در مورد مبارزه با جمهوری اسلامی. تئوری دیگه به درد نمیخوره الان فقط باید کار به عمل برسه. ممنونم، فعلا من مایک آزاد میکنم. ممنون از شما جناب آقای حسنزاده، ممنون از صحبت‌های خیلی جامع و کاملی که کردید. بله فوق‌العاده بود، یعنی واقعاً باید دیگه کمر بست به این که بیشتر آگاهی رسوند و این که بیشتر اطلاعات رو با وسیله همین آگاهی رسانی افشاگری به دیگران بتونیم که این معضل بزرگ رو حلش کنیم. خب من در قبل از اینکه صحبت آقای حسنزاده شروع بشه میخواستم یک سوال بپرسم که الان خدمتتون سوال میپرسم. ببینید اگر که در نظر بگیریم واقعا خب وقتی که یک نفر به قتل محکوم میشه ممکنه که مرتکب جرمی شده باشه و به قول معروف قاتل محسوب شده باشه، اما ممکنم هست قاتل نباشه. اما ما فرض بر این میگیریم که شخصی قتلی رو مرتکب شده و حالا به زندان افتاده، در زندان هم حالا بدون اون شکنجه و بدون هیچ چیزی اعتراف کرده که من این قتل رو مرتکب شدم. حالا ما خودمون رو جا بگذاریم به جای شخصی که فامیل اون شخص است که مقتول شده، یعنی از بین رفته.
اگر بخوایم برای این شخص حکمی رو صادر کنیم غیر از اعدام چه حکمی است؟ ممنون میشم که پاسخ بدید دوستان، که آیا شما هم اگر همچین اتفاق برای اقوام، نزدیکان، هر کسی بیفته و کسی فردی رو از فامیل شما رو، نزدیکان شما رو به قتل برسونه و بعد شما بخواین که ایشون به مجازات عملش برسه، به نظرتون چه حکمی رو در نظر میگیرید؟ ممنون میشم که پاسخ بدید. خانم زهرا رهایی بفرمایید. تشکر خانم واشفا. به نظر من این شیوه اعدام کلن توی کل دنیا، حالا خیلی از کشورها که منسوخ شده، باید به نظر من به جای اینکه خب حالا اعدام یا یک قتل دیگه اتفاق بیفته، خب اعدام خودش یه جورای قتل محسوب میشه. درسته اون کسی که رفته عزیز هست و هیچ چیزی جاشو نمیتونه بگیره و حالا چه دیه گرفته بشه یا اون کسی که طرفو کشته بخوایم بکشیمش، به نظر من عزیزی که رفته هیچ وقت بر نمیگرده و به نظر من این باید جا بیفته، حالا چه توی جمهوری اسلامی چه توی همه کشورهای دنیا، که اگر این اتفاق افتاد، حالا فردی که این کار رو میکنه باید مجبور بشه، یعنی یه جورایی یه شیوه اجبار که توی مناطق محروم یک خدماتی رو ارائه بده. مثلا توی کشور خودمون الان متاسفانه که از بعد از، حالا همیشه بوده ولی از بعد از دولت جمهوری اسلامی ایران، مناطق محروم خیلی زیاد شده و روز به روز داره بهش اضافه میشه، میتونه خدماتی، حالا مدرسه بسازه، یه چیزی که به دانش مخصوصا بچه ها اون منطقه، این نظر منه، حالا باید یک شیوه های اجرا بشه که بتونه خدمات که به نفع جامعه است رو توی مناطق مخصوصا محروم بتونه ارائه بده. این میتونه یه روش جایگزینی باشه به نظر من برای اعدام. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما خانم زهرا رهایی. دیگر دوستان نظری ندارن در رابطه با این مسئله که اگر که این اتفاق بیفته دوست دارن که چه مجازاتی به جای اعدام، یا حتی اگر مایل هستن که حتی مجازات اعدام انجام بشه اعلام کنند؟ بسیار خوب. خب دوستان، دقیقا خانم رهایی خوب حرفی زدن. ببینید اگر که این اتفاق برای هر شخصی بیفته و اون شخص اعدام بشه، یعنی قتل رو مرتکب بشه، و حالا ما این رو هم دوباره حکم اعدام برای این شخص بخوایم، خب تفاوت بین ما و اون شخص چیه؟ خب ما هم حکم اعدام اون شخص را صادر کردیم، ما هم حق حیات رو از اون شخص گرفتیم، پس فرق ما با اون شخص هیچ تفاوتی نخواهد داشت و ما باید به عنوان کسی که خودمون اسم خودمون رو گذاشتیم فعال حقوق بشر، باید حتما به دنبال مجازاتی بگردیم که اعدام نباشه، حق حیات رو از شخص نگیره و در ضمن اون شخص مجازات بشه که این اتفاق براش نیفته. خب دوستان محترم، تا اینجا در رابطه با اعدام افراد صحبت کردیم، در رابطه با رکورد تاریخی 1401 خرداد ماه صحبت کردیم، اینکه چرا این جمهوری اسلامی ایران این اقدام را انجام میده و در اینجا به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی ایران تنها فقط و فقط به خاطر اینکه سرکوب کنه افرادی رو که بر ضدش صحبت میکنند، افرادی رو که مخالفش هستند، فقط بر اساس همین منوال
این اعدام ها رو انجام میده و اینکه و میخواد که ترس درست کنه در بین مردم و باعث بشه که مردم رو به سکوت وابداره. به خاطر همین مجبور هست که مجبور که نه میشه گفتش که تنها راهش و ساده ترین راهش که اینکه نبخواد هزینه زندان بپردازه و اینکه نبخواد هزینه چیز دیگری رو بپردازه، اعدام رو بهترین روش برای خودش انتخاب کرده. و ما هم به عنوان فعالان حقوق بشر همیشه و همیشه مقابل اینها خواهیم ایستاد و همیشه و همیشه در قبال این اعدام هایی که جمهوری اسلامی ایران انجام میده ایستادگی خواهیم کرد و افشاگری خواهیم کرد تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران دست از این اعدام ها برداره. در اینجا به پایان جلسه نمایندگی شمال آلمان میرسیم و بنده اینجا سخنران ها رو اعلام میکنم با موضوع سخنرانیشون که جلسه امروز رو به انتها ببریم. جلسه امروز نمایندگی شمال آلمان در تاریخ 17 جولای 2022 برگزار شد که در ساعت 12 به وقت اروپای مرکزی شروع شد. در ابتدا خانم سارا آسیابان گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در تیر ماه 1400 را ایراد کردند. بعد از اون خانم زهرا رهایی زحمت کشیدند و کنوانسیون منع و مجازات کشتار دست جمعی و مقایسه اون رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند. خانم لیلا ابوطالبی آدرگانی شکنجه در زندان‌های ایران را ایراد کردند و آقای محمد رسول پورتندرست اعدام‌های فراقضایی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند. در انتها از منشی جلسه جناب آقای امین بلوردی کمال تشکر را داریم که زحمت کشیدند و جلسه را با همراهی یعنی کارهای ابتداییش رو انجام دادند و اینکه مسئولین ضبط صدا و تصویر ما آقای سعید پورمند و خانم مینا حسنپور بودند و ادمین های جلسه ما خانم منصوره کاویانی، فرشاد عربی و سعید نوریزاده بودند. ممنون از حضور همگی دوستان. تا درودی دیگر، بدرود.